به یه روشی رسیدین که کمترین اتفاق بیفته خب ایشون چون به فرهنگ ما آشنا نبود خب به هر جهت ایشون توی اروپا بیشتر کار کرده بود و تفاوت‌های فرهنگی که اونجا با ما هست خیلی زیاده اگرچه به هر جهت فوتبالیستا موقع از یک کشور به یک کشور دیگه میرن تفاوت‌های فرهنگی که اونجا حاکم میشه اونها رو به یک وحدتی میرسونه که در مستطیل سبد برای هدف خودشون همکاری میکنن چون اینجا آقای ساپینتو یک نفر بود و بیشتر بازیکنان ما داخلی بودن بله. به هر جهت اثر بخشی فرهنگ ایرانی بیشتر از بقیه فرهنگ ها روی آقای ساپینتو تاثیر گذاشته ایشون یک شخصیه که به هر جد شما میدونید که تو فوتبال اروپا شاید خیلی از مسائلی که اینجا داره انجام میشه از طریق ایشون اونجا یک در واقع ارزش کاملا طبیعی داشته باشه و ضد ارزش نباشه مهم. به هر جهت ما باید خودمون رو اگه میخوایم قضاوت نسبت به آقای ساپینتو بکنیم فرهنگ ایشون رو در نظر بگیم یعنی یک فرهنگ پرتغالی رو اگه میخوایم بسنجیم با فرهنگ پرتغالی بسنجیم که آیا ایشون در جایگاهی که داره صحبت میکنه آیا شخصی هست که به فوتبالمون توهین بکنه یا نه یا اینها در واقع اون روش ها و سنت های روزانه ای هست که یک مربی اروپایی داره تو فوتبال ما شاید فکر میکنه که همون نشأت گرفته از همون فرهنگه اه. به نظر من آقای ساپینتو باید در واقع خودش رو بیشتر سازگار بکنه با فرهنگ ما و بدونه که اینجا یک فرهنگ غنی دارن و اگر من اشتباه میکنم نشانه این نیست که من از لحاظ فرهنگی در واقع حالا افت و خیز زیادی دارم من فرهنگم غنی هست این ایراد به من وارده <applause> آقای ساپینتو هم باید اینو بدونه حتما می میدونه که این تغییراتی که بین المللی مربی بین هستی به اون ایراد رسیدی من میگم آقا تو فرهنگ فوتبالی ما بله چقدر خوبه یه روزی آقای افشین قطبی اومد یه ادبیاتی رو وارد که قلب شیر بله. خوب بود هم, هم استفاده می‌کردن ولی ب... یه جاش دیگه از اون برای بود دیگه آقای من این ادبیات رو قبول ندارم ولی ببینی... شما تعید... یعنی نمی نمی تعید نمی تعید نمی 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 شما تایید یعنی با اشکال استقلال تایید نمی‌کنید ببین... من تایید نمی‌کنم ببینید ببینید ولی توی فرهنگ اروپا یک اتفاقاتی میفته که ایشون چون هنوز در واقع فرهنگ ما رو کاملا نشناخته شاید براش خیلی طبیعی یعنی این الفاظی که ب... شما نگاه کنید موقعی که میره ولی خب به تیم طرف... مقابل بر میخوره دیگه خب آره به تیم مقابل بر میخوره نه اینی که خدای نکرده با اونها این کلمه رو برای اونا به کار برده شخصی مشکل شخصی داشت مشکل شخصی پس الان شما آقای محمد مؤمنی تو برنامه شبای فوتبال میگی که آقا اگر همچین حرفی و سرمربی تیمتون زده حمله بر توهین و بیادری به کادر فنی خاصی نبوده واقعا یعنی ببین من آقای مشتاق حسینی رو کاملا میشناسم ایشون یک مربی برجد پخته هست ما تو کلاس پرو هم که بردیم آقای ریچارد بیت از ایشون از دانششون به نیکی یاد میکرد میگفت ایشون یک از، یکی از کسایی که میتونه در فوتبال ایران اثر بخش باشه اون روزی هم که در واقع پیکان بازی داشت واقعا داشته های آقای حسینی اون چیزی نبود که توی زمین داشتن انجام میاد چون چند تا بازی کنشو نداشت و وگرنه پیکان بازی در واقع بازی هایی که کرده بازی هایی که ما ازش دیدیم بازی های بسیار مناسب بوده بازی های بسیار تاکتیکی و هدفمندی بود حالا اون روز ببینیم هر مربی برای به دست آوردن سه امتیاز بازی خودش روش هایی رو انتخاب میکنه هم. که بتونه تیم خودش تیم دیگری رو مغهور خودش بکنه اصلی این بس. حجم از نبودن سافت تو کنار تیم هم میتونه متضرر کنه تیم استقلال حتما میتونه ببینید بعضی یعنی ها هستن این چه روشیه که مثلا من بیام یه کاری انجام بدم فردا توبیخ هم کنن تنبیه هم کنن تذکر بهم بدن بعد مثلا من یادم خدا استرا ماچونی بله. یه جایی کنار خط نبود بعد مثلا اون مقطعی که از بازیکن استقلال داشت تیمو می... یعنی کوچ میکرد مدیریت میکنه خیلی اتفاقا مثال خوبی زدیم ما الان چند ده هست که ببین مربیای خارجی که تو کشورمون کار میکنن بعضیا اصلا روی خوشمون نشون نمیدن ما واقعا باید اینو یه مقداری این چالش چالش رو باید واکاوی بکنیم ببینیم برای چی اتفاقات داره میفته <applause> سرمنشه این در واقع اختلاف سلیقه هایی که با مربی های خارجی داریم چیه واقعا اگه خب یک دلیل خاصی داره